دوستان عزیز، لابد خبر دارین که این روزا عاشق حسن دوباره به یه سفر استانی رفته و این بار به خراسان شمالی و البته فرصتی برای کار پیدا کرده. میپرسید کار ایشون چیه؟ حرف و حرافی و چاخان درمانی. بعضا روزی به دو سه تا شهر میره، تو هر شهر هم چند تا سخنرانی میکنه. راست راستی خیلی سرش شلوغه. اما ایشون تو سخنرانی دیروزش که تو بجنور داشت، سقف جدیدی زد و رکورد جدیدی به جا گذاشت که باید خودتون بشنوید. بعد از جنگ جهانی دوم ژاپنیا گفتن دیگه روز 8 ساعت نباید کار کنیم. جنگ شده، ویرانی شده، باید کشورمون رو آباد کنیم. باید روز 8 ساعت کار میکنیم، پول میگیریم، 4 ساعت، 5 ساعت مجانی کار میکنیم. باید این کار کرد. چاره ای نیست. اعتراض کردین راز پیشرفت ژاپنیا که خودشون هم احتمالاً از اون خبر نداشتن در اومده که اونم کار کردن مجانیه. اما اینجا در مورد این دورفشانی عاشق حسن بنده دوباره دوچار چند تا ابهام ادبی و فلسفی شدم. اول اینکه مگه کشور ما ویرون شده که باید مثل ژاپنیا بعد از جنگ هی کار کنیم و هی کار کنیم؟ ماشاءالله از وقتی که این جماعت خمینی اومدن هر جا که نگاه میکنی آبادانی و آبادی و تورم رفاه و پیشرفته. ثانیاً سالهاست که کارگرای ما دارن مجانی کار میکنن، نه 4-5 ساعت، بلکه 8 ماه 8 ماه، یه سال یه سال، یا بعضی چند سال چند سال. تو اگه مسئولان محترم از کارها و اشتغالاتی که تو آنتالیا و کانادا و جزایر باهاماس فراغت پیدا کردن به اونا بخشی از حقوقشون رو بدن یا ندن، نمیدونم. سالسن کارگرها که فرمایش عاشق حسن رو شنیدن گفتن عاشق تو بیا به ما کارخونه و کارگاهی که واقعا کار بکنه و کارگرم بخواد نشون بده تا ما بیایم 24 ساعته مجانی کار کنیم. روان یه سوال کوچولو از عاشق حسن و البته بقیه به اصطلاح مسئولای نظام. راستی شرم و حیا سیری چنده؟